درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جای دنیا که هستید. خوش اومدید به شهر شیراز، پاساژ نگین، و میخوایم بریم تو این قسمت یه فروشگاه مواد غذایی و خوراکی و این چیزها داره. بریم با هم ببینیم که قیمت ها چجوریه. چه تاریخی هستیم؟ در واقع 25 تیر ماه 1402 میلادیشو بخوام بگم جولای 2023. شروع کنیم غرفه به غرفه. حالا من سعی میکنم قیمت ها رو مو به مو بهتون بگم که هر محصول چیه. قسمت کریستال و وسایل خونه، البته چیایی که محصولاتی که قیمتشون رو زده من براتون میخونم، حالا فعلا ندیدم. قیمت ساعت ها 1,100,000، 1,900,000، این ساعت 2,000,000. جایید شدن 1,200، البته هر تیکش را جدا جدا. این یه مایتابه ساده فکر و معمولی فکر میکنید که چند قیمت؟ 1,200,000 تقریبا. دلاریش الان دلار 50 تومن بگیم هست، میشه تقریبا 25 دلار. ظرفام خیلی مد شده، 800 تومن هر تیکش دیگه، فرق اومده 900 تومن. دستمال کاغذی نزده، چیه پلاستیکی یا 74 تومن. سفره یک بار مصرف اینا از 20-30 تومن هست، 40-50 هم پیدا میشه. پلاسی فریزری 84 تومن. چیه شستشو مثل محصولات پیریل هست، اوه هست. قدیمی ها جام بود، الان دیگه بیشتر پیریل و این چیزا هست. دقیقا همون چیزی که روی جنس هست زدم. مثلا من یه ویدیو رفتم گرفتم از یه فروشگاه دیگه پایین شهر بود، 10-20%، 10%، 20% کمتر میدادم. مثلا یه جنس 30 تومنی شاید میدادم 22 تومن. اونم میذارم که ببینید آخر ویدیو. 73 تومن. خیلی ها گفتن این میگین مثلا چیزش هم بگو مثلا چقدر، مثلا این 1 کیلویی.
شیشه های مثلا شیشه پاک کن و این چیه مخصوص دستشویی و پاک کننده جرم هم 30 تومن، 40 تومن، 60 تومن، 70 تومن، 40 تومن. مایه های دستشویی هم مثلا این 27 تومن، 30 تومن، 50 هم هست. واکس و این چیزا هم دارن که این واکس های قدیمی ها 30 تومن. قسمت برنج، برنج قدیمی ها یادشون، یه گونی برنجی میخریدن ولی الان اینجوری شده، برنج تارم 100% ایرانی پاک شده، 1 کیلویی، قیمتش 64 تومن، یعنی کیلو تقریبا 64. برنج رضوی تارم کشت دوم، اینجا برنج ایران، تارم ایرانی هاشمی تقریبا دیگه گفتیم کیلو چند میشه گفت حساب کرد، این 2 کیلوه 240 تومن. برنج دودی، همه نوع برنجی هست. قسمت روغن، روغن اون حلبی های گندان هست ولی دیگه بیشتر مد شده از این روغن ها میگیره. روغن زیتون 170 تومن، کنجید، روغن کنجید کانولا مانید 900 گرمه. خیلی ها گفتن اندازش هم میگه، تا اونجا که وقت باشه میگه. مثلا اینا 900 میلی لیتر یا تقریبا 1 لیتریه، اینا دیگه کمتر، شاید الان اینا 350-400. حبوبات، قسمت حبوبات مثلا این 450 گرم 43 تومن. پارسال، حالا این ویدیو دارم تو کانال جدید میزنم، اون کانال قدیمی مثلا سال 1400-1401 که میرفتم عکس فیلم میگرفتم مثلا کیلو 45 تومن بود، الان شده نیم کیلوش 43 تومن. نگاه کنید مثلا این 450 گرم از نیم کیلو هم کمتره، 38 تومن، 37 تومن. عدس و لوبیا و نخود و ماشک و اینا دیگه 1 کیلویی، نه بازم کمتر، 900 گرمی 62، بگیم تقریبا 1.70 کیلو. ولی فرق داره چیش، مثلا این لوبیا با ماش قیمتش فرق داره، نخود و اینا، ولی تقریبا تو یه مایه. این قسمت قسمت لازانیا هست، اصلا اینا 32 تومن. قسمت پودر کیک و آرد و این چیزا، ماکارونی زهر ماکارون 31 تومن. اینا هم اندازش 500 گرمی 21 تومن. آرد نخودچی، آرد برنج، آرد گندم، جوی دو سرفرک، خیلی اینا دوست دارم بخورم، هنوز نگرفتم، حالا اومدم میگیرم. همین قرفای دیگه شو بریم دیگه، برگشتنی بریم بگیریم ببینیم چجوریه. رب گوجه، رب گوجه هم
800 گرمی نگاه کن، اینا 1 کیلویی بود دیگه، داره کمتر میشه، مثلا این 400 گرم 800 گرم، برای که قیمت رو مثلا یکم نتونن برن ببرن بالا ثابت نگه دارن، اون کمتر میشه. خیارشور 660 گرمی 40 تومن. ترشی موسیر 38 تومن 250 گرم. زیتون 670 گرم 84 تومن، یعنی کیلو تقریبا 120 اینا هست دیگه. انواع مختلفی داره بدون حسه و پرورده و این چیزا. قسمت سس، سس هم اگر بخوام بهتون قیمت بگم 22 تومن هست. سس فارسی خیلی معروف که یا یادش اومد، با ساندویچ کتلت خیلی میچسبید، 34 تومن. سس موشکی، این هم خیلی سس خیلی خوبی بود، دلپذیر. اون مهران بود، اون دلپذیر. قسمت کنسرو از این آناناسا که من عاشقشونم قیمت نذاره، این هم تقریبا شاید 100 خورده باشه. کوچیکترش هلو و اینا هست، 34 28 27 کنسرو میگو 72 تومن 69 تومن، تقریبا میشه 1 دلار نه. حالا من دیگه فرصتش نمیشه که به دلار بهتون بگم چند میشه دیگه، هر دلار، هر 1 دلار 50000 تومان دیگه حساب کنید. مثلا از این چیزایی که میریزن رو باربیکیو میخورن 113 تومان، 2 دلار خورده. این کنسروام قبلا خیلی کم بود، الان این کنسرو همه چی، ذرت، نخود، لوبیا، لوبیا که بود، قارچ، کنسرو عدس، کنسرو قرقاتی، همه چی با هم، خوراک بادمجون، خیلی کنسرو ها زیاد شده که میگن خیلی خوب هم نیست چون مواد نگهدارنده داره. این هم اینجا زده کمپود استوایی، این هم خیلی خوشمزه، همه میوای استوایی هست، 110 تومن. خب این قسمتی که رفتیم، فروشگاه آنچن، این هم از این پشکش ها 54 تومن. شامپو بچه 14 تومن. شامپو نوستالژی فیروز هنوز هم که هست، 17.900. دیگه اون قدیمی ها فیروزه دیگه، چیزی دیگه به سن نمیست، به شما بگید اون قدیمی ها شامپو چی معروف بود. نه شامپو تخم مرغی هم بود که الان خیلی وقت نمیرم، من یه بریم اون مغازه های قدیمی شاید داشته باشه. اینجا هم قسمت شامپوه که نه حدود قیمتشون دیگه، کیفیت و برندشون مهمه، از 30-40-50 شروع میشه، یه دفعه یه شامپو مثلا 300-400 هم پیدا میشه دیگه، حتی بیشتر. شامپو بدن این قسمت و حالا مامو این چیزا، صابون و صابون لوکس هم من یادم جز قدیمی ها بود، حالا پیداش کنم. داف لوکس فا فیروز هم هست، 48 50-60. خب قسمت نسکافه و کاپوچینو و این چیزا، کاپوچینو 240. قسمت شکلات و از این چیه های تخته ای داره، شکلات تخته، حالا به اصطلاح 70% تلخ، بیشتر شکلات تلخ دوست دارن میان اینجا.
قسمت بیسکویت فرخونده دیگه قدیمی ها هست. بیسکویت فرخونده خیلی ها باش خاطره دارم. بیسکویت مادر که یه باکسش رو اینجا گذاشته، حالا کوچیکترش اگر باشه بوی خیلی نوستالژی داشت، حالا نمیدونم بازم هنوز داره یا نه. قسمت چای، چای هم خیلی ها استفاده میکنن ایرانی ها. چای سیلان 113 تومان، چای احمد دیگه، چای 500 گرمی 450 هزار تومان، چای سیاه 300 تومان، 660 تومان 500 گرمی. قسمت نبات، نبات هم خیلی ها دوست دارم بزنم تو چای بخورم، 79 تومان. یاد شوخه مادر بزرگ اون ما هر طور اون میشد میگوی نبات دار و چای نبات بخور خوب میشه. قسمت آجیل 280 340 لواشه. هنوز بین این همه پفک مثلا کسایی که طرح قدیمی، مثلا پفک های طرح قدیمی رو انتخاب میکنن، این جدیدی ها رو خیلی انتخاب نمیکنن هنوز. نه قسمت چیپس و اینا، مثلا این چیپس 13 تومن، چیپس مثلا 13 14 15 تا 20 25 هم هست، اون سایز معمولیش. پفک هم تقریبا همون بین 10 تا 20 هزار تومن. اینم خارجکی ها چنه؟ 160-150 همون چیپسو ها، آره اینا میدن 150. سیب زمینی که فرق هم داره. خب بریم کره بادوم زمینی کمچپ 289 تومن 453 گرم. عسل، عسلام 370 یک کیلو، یعنی کیلو 370، چیز خیلی عادی. مثلا اینا 650 گرم 400 تومان. بگیم یه عسل دیگه مرغوب بخوایم هست، بگیم هست مثلا 600-700. خب اینجا هم اسپایس پیاز، حالا مثلا همون پیاز خشک خودمونه، اینا دارن خارجکیش میکنن که تو پلاستیک همه پایین شهر میفروشن، اینا تو شیشه های اینجوری با کلاس. خب اینم اسپایس گوجه فرنگی، همون گوجه فرنگی خشک پودر شده 98 تومن 45 تومن. و سبزی های دیگه هم هست، اینا هم ادویه جات. اینجا هم سنیچ و تکدانه و دیگه چه برندی، سانستار، آب میباز 30 تومن 40 تومن 60 تومن 70 تومن 40 تومن، این هم شربت. آب زرشک، وینتو، آب لیمون،
الان هم فصل آب لیمو گرفتن تو شیراز 70 تومن. خب اینم از نان خشک آرد جو. بسته بندی پشکل مشکل میکنن قیمت ها رو یکم دیگه، یه کلن مرسومه تو دنیا. مثلا این چیزایی که تو پلاستیک عادیه شاید همینا توی مثلا این کارتونای رنگی و خوشگله قیمتش بیشتر. چه همه اینا چه یه نون سنگک ریگی از این بلنده خوشگاهی نازک همش بریز دور جز اون نون سنگکی واقعا یه چیز دیگه. پایین قسمت شیر رو از این چیا سویا سویا شیر ها اینا میگن از این شیر گیاهی هم، حالا به اصطلاح شیر سویا، شیر بادوم، مثلا همین 21 تومن غیر لبنی، مثلا اونایی که کلن محصولات حیوانی نمیخورن میتونن بیان اینجا، مثلا شیر سویا هست با مثلا طعمای موز، خودش ساده با کاکائو، این هم که شیر گاوه دیگه. ساندویج سر 68 سالاد فصل، سالاد سزار که خیلی مد شده، $198. با اینجا هم قسمتی کیک و دسر و این چیزای ژاپنی خیلی معروف شده تو شیراز جدیدن. اینم غذای گرم، غذای ایرانی، خورش بادمجون، ماهی، مرغ، خورش قیمه، شکر پلو، کشک بادمجون، کوفته. این چه میوه‌ای بسته‌بندی 66 تومن. حالا چقدر وزنش؟ میخوره 1 کیلو باشه، ولی در واقع این کیلو 40 تومنه بیرون تو میوه فروشی. اما همیشه میام میبینم پره. حالا من کیا میخرن که همجور سالم نگهش میدارم. حالا گوشت گرمی که این گوسفندی گرفتن 480 بدون استخون، بدون استخون 600. گوشت گوسفندی بدون استخون 620. یادش بخیر یه موقع میمدیم میگفتیم گوشت چند کیلو؟ 250، 220، حالا 600. هی روزه بیا
ترشی و ترشی خیلی دوست دارن، از ترشی همه چی داره، انبه و گوجه و زیتون و قاش. وای ترشی قاش از ریزا خیلی خوشمزه. ترشی کلم کالباس و سوسیس و اینا که من خیلی طرفدارشون نیستم، مثلا 139 تومن، 150، 200، 100 تومن، حتی کیلو 600 تومن هم من دیدم. 250 کالباس کیلو مثلا، معمولیش دیگه 250، 300، 400. یه شیر برای تو خونه میخواییم؟ شیر دامداران 22 تومن. آش خانم شیر امروز نداریم، مال 4-5 دامداران. حالا فرق نداره، دامداران باشه. ۲۴. من فکر میکنم امروز 25 و 24 هم. آبا این داداش هم میگه فقط دامداران بگیر. حالا گفتیم به دلش را بیار. ماسا 52 تومن. از این ماسه فرقاتی هم میزنم، ماس اسفناج، ماس و ذرت، ماس و چه میدونم پرویک، پروبیوتیک که برای معده درد و روده درد اصلا این چیه گوارش خوبه. ماس بادمجون هم خیلی خوشمزه. من خودم عاشق ماس اسفناجم، خیلی خوشمزه. پنیر ها ببینیم چنه. پنیر 65 تومن. دیگه تخم مرغ ببینیم چنه. تخم مرغ محلی از این یکم کدره چند ببینیم، هست مال 21 تومن، 3 روز پیش قیمتش نزده. تخم بلدرچین هم داره، این بالا زده 52 تومن. تخم کبک بلدرچین 37، این هم 46 تومن. این محلی ها رو نزده، هم شاید 50-60 تومن باشه. خمیر پیتزا 50 تومن. چیه های مرغ و کنتاکی و این چیزا هست. دیگه کم کم بریم. چیه؟ نبات رنگی گفتم چیه؟ خب اینا ببینیم کدومش بگیریم. سبوس این بالا قهوه
پسته و کنجه، بلوبری، توت فرنگی، پودر جوانه، گندم، موز، سیب، گردو، بادام زمینی. برای شروع اینو بگیرم. تاریخش مال کیه؟ خب بریم برای حساب. همونجا از همهش خلوت‌تر. خب از این پودره دو سر فرک و این با تندندهای پسته و از این چیزای میوه ها 90 تومن، با یه شیر 22 تومن شد چند؟ 112 هزار تومن. به عبارتی 2 دلار و تقریبا 20 سنت. بریم بالا. خب اینجا فروشگاه نگین یا مجتمع تجاری نگینه که خیلی بزرگ، چند طبقه است. اینو تو ویدیوی دیگه بهتون نشون دادم. حتما ویدیو رو لایک کنید، ممنون میشم. سابسکرایب کنید یا مشترک بزنید اگر که منوتون فارسیه که به عضو کانال ما ملحق بشید. چرا؟ چون کانال قبلی پاک شد و هنوزم دارم ویدیو رو میگیرم، هنوز نیومده و کسایی که از قبل هستن یا جدید هستن حتما حمایت کنن، ممنون از شما. و اگر مشترک شوید و بزنید ویدیوهای دیگه بهتون پیشنهاد میشه. خیلی ممنون، فعلا خدا نگهدار. تا اینجا اومدین این مجتمع تجاری پایینش کافی شاپ و سیب زمینی فروشی، سیب زمینی سرخ شده فروشی، این چیزا هست. اینم ببینیم. آره دیگه، این کانال قبلی ما پاک شد چند روز پیش، دیگه داریم از صفر شروع میکنیم.
خیلی خوبه. سلام باید واقعا خداحافظی کنیم فعلا تا یه ویدیوی دیگه بدرود. ویدیوهایی بهتون پیشنهاد میشه خیلی عالیه ها. ببینید.